سرخط خبرها. سازمان اینجوریه، یعنی 20% که ظاهرا متوقف بود، حالا فکر میکردن مثلا نابود شده از بین رفته، دیدید که در عرض 24 ساعت راه اندازی شد. واکنش‌های جهانی به سرگیری غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران. ژاپن ابراز نگرانی کرد چین خواهان خیشتنداری شد. حل اختلاف دیرینه قطر و عربستان. سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس توافقنامه ثبات و اتحاد امضا کردند. بحران توقیف نفتکش کره جنوبی در خلیج فارس. ایران میگوید اگر کسی گروگانگیر باشد دولت سئول است. و سرنوشت سنای آمریکا درگیری انتخابات امروز در ایالت جورجیا. ترامپ و بایدن طرفدارانشان را به رأی دادن تشویق کردند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید هدف از سرگیری غنی‌سازی 20% اورانیوم رسیدن به ذخیره 120 کیلوگرمی است که مجلس در مصوبه اخیرش دولت را به آن موظف کرده. تهران دیروز خبر داد که غنی‌سازی 20% اورانیوم در سایت فوردو را آغاز کرده. این اقدام تهران از دیروز واکنش‌های مختلفی در پی داشته. در یکی از تازه‌ترین موارد، چین خواهان حفظ آرامش و خیشتنداری طرف‌های برجام شده. اسرائیل در مقابل گفته که تهران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است. فیروز اکبریان از آخرین واکنش‌ها می‌گوید. تأسیسات هسته‌ای فوردو در نزدیکی تهران. تأسیساتی به گفته خود ایران پیچیده و پیشرفته. ایران حالا از آغاز غنی‌سازی 20% در این سایت خبر داده. ما در عرض 24 ساعت تونستیم این 20% رو راه بیاندازیم. حالا حدود 8 کیلو الا 9 کیلو ما میتونیم تولید کنیم که بتوانیم برسیم به همون 120 کیلویی که قانون از ما خواسته. پایان رأی‌گیری تسلیم شد آمریکا. اشاره آقای صالحی به قانونی است که مجلس چند هفته پیش آن را تصویب کرد. قانونی به گفته آنها برای مقابله با تحریم‌های هسته‌ای. واکنش‌های جهانی به اقدام ایران تا حدودی قابل پیش‌بینی بود. در یکی از تازه‌ترین موارد، چین از طرف‌های برجام خواسته از اقدام‌های تنش‌زا پرهیز کنند. چین از همه طرف‌ها می‌خواهد تا آرامش خود را حفظ کنند و خیشتندار باشند و به تعهداتشان بر اساس توافق هسته‌ای پایبند باشند. دیروز اتحادیه اروپا این کار تهران را نقض برجام دانست. اگه ایران بخواد اون چه رو که اعلام کرده عملی کنه، انحراف جدی از تعهدات برجامی این کشور از توافق هسته‌ای محسوب میشه و برای عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای پیامدهای جدی خواهد داشت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم بیدرنگ واکنش نشان داد. این نقض فاحش تعهدات ایرانه. هیچ توضیح دیگه‌ای غیر از این وجود نداره که ایران میخواد سلاح هسته‌ای بسازه. تکرار میکنم، اسرائیل به ایران اجازه ساخت سلاح هسته‌ای رو نخواهد داد. تهران پیش از برجام سطح غنی‌سازی خود را به تولید اورانیوم با غنای 20% رسانده بود. 5 سال پیش و با اجرای توافق هسته‌ای تولید غنی‌سازی در این سطح را متوقف کرد. با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه 1397، ایران گام به گام از تعهداتش کم کرده. بازگرداندن تولید غنی‌سازی به سطح قبلی شاید یکی از مهمترین گام‌ها در این راستا باشد. یکی دو نوع سانتریفیوژ داشتیم. بعضی اقدام‌های اخیر ایران در کاهش تعهداتش در برجام را به دلیل جان به لب رسیدنش از فشار تحریم‌ها می‌دانند. بعضی آن را چانه‌زنی پیشاپیش با رئیس جمهوری آینده آمریکا. انگیزه هر چه که باشد، به نظر نمی‌رسد بادهای موافق به این آسانی در جهت خواسته‌های ایران بوزد. فیروزه اکبریان، بی بی سی.
فرهاد گوهردانی پژوهشگر توسعه اقتصادی و سیاسی ایران از یورک در بریتانیا با ما هستند. آقای گوهردانی، طرفهای ایران در برجام خواهان خیشتنداری شدند. اتحادیه اروپا گفته که این اقدام ایران باعث نگرانی عمیقه و آمریکا باجگیری خوندتش. چی به دست میاره ایران از این کار؟ به نظر میاد که این مسئله اصلی در اینجا همونجوری که در گزارش همکارتون بود، مسئله اصلی در چانه‌زنی های آینده است و اینکه ایران میخواد در اصل غرب رو به مرگ بگیری که به تب راضی بشه که از خواسته های اضافیش فعلا دست برداره و برگرده بدون قید شرط به برجام تا بعدا مذاکرات در حوزه های بعدی ادامه پیدا کنه. وگرنه مسئله، یعنی در هر نوع مذاکره ای، اینی که طرف های درگیر سعی میکنن موضع افراطی رو اتخاذ کنن، بعدا بیان در وسط همدیگر رو ملاقات کنن و هر دو طرف احساس پیروزی بکنن. اگر که قرار بوده که همچین موضع ایران بگیره در مذاکرات، چرا آقای روحانی و دولتش مخالف این موضع بود و گفته بودش که نباید چنین چیزی در مجلس تصویب بشه و بعد از تصویبش هم گفته بودش که تا پیدا کردن منابع مالیش اقدام نمی‌کنه به این کار؟ بله، اونا متوجه شدن. آقای روحانی اون واکنش اولیه‌اش بود، ولی بعد از اینکه اون ترور آقای فخری‌زاد صورت گرفت، این در اصل واکنشی بود به اون ترور و واکنش اولیه آقای روحانی هم این بود که این با جهتگیری کلی دولت ناسازگاره. ولی بعداً در مذاکرات و گفتگوهایی که در منطقه و در سطح جهانی مطرح شد، ایران اینو به این رسید که برای جلوگیری از خواسته های اضافی غرب و کشورهای منطقه بهتره که این گام ها رو برداره و بعداً همونجوری که آقای ظریف دائما تکرار کرد، اگر اونها بدون قید شرط به برجام برگردن، ایران هم همه این اقدامات رو دوباره برمیگردونه به حالت وضعیت اولیه خودش. ممنونم ازتون فرهاد گوهردانی. چند خبر کوتاه. وزیر بهداشت ایران گفته که اولین بیمار مبتلا به گونه جهش یافته ویروس کرونا در ایران شناسایی شده. سعید نمکی گفته که این بیمار یک ایرانی ساکن بریتانیا است. گفته شده حال این فرد خوب است و در قرنطینه خانگی قرار دارد. به گفته وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 98 بیمار مبتلا به کرونا جان باختند و بیش از 6000 مورد ابتلای جدید شناسایی شده. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته که شیرین نجفی به اتهام همکاری با روح الله عزم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز در ایران، زندانی است. آقای اسماعیلی گفته پرونده خانم نجفی در مرحله تجدید نظر است و به همین خاطر فعلا نمیتواند جزئیات بیشتری از پرونده او اعلام کند. بعضی از نزدیکان روح الله عزم میگویند که شیرین نجفی در تشویق آقای عزم برای سفر به عراق که به دستگیری و انتقالش به ایران انجامید نقش داشته. ارتش ایران امروز نخستین رزمایش پهپادی خود را در سمنان برگزار کرد. به گفته معاون عملیات ارتش، در این رزمایش صدها فرمان پهپاد نیروهای زمینی، هوایی و دریایی مأموریت‌های تعریف شده اجرا کردند. به گفته او پرواز پهپادها از روی شناور در آبها و پرواز پهپادهای انتحاری برای انهدام اهداف حساس از طرح‌های تمرینی بوده. سران کشورهای حاشیه خلیج فارس در نشستی در عربستان سعودی توافقنامه امضا کردند تا به بحرانی که از بیش از 3 سال پیش در روابط بعضی از این کشورها با قطر پدید آمده بود پایان دهند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان این توافق را توافق اتحاد و پایداری نامیده. از زمان تحریم قطر از سوی ائتلافی از کشورهای منطقه به رهبری عربستان، این اولین باری است که امیر قطر در نشست شورای همکاری خلیج فارس شرکت می‌کند. محمد امینی گزارش می‌دهد. لحظه بسیار مهم در تاریخ منطقه خاورمیانه. محمد بن سلمان نفر شماره 2 پادشاهی سعودی به استقبال شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پای پلکان هواپیما رفت. چیز زیادی جز زبان چشم و اشاره از پشت ماسک پیدا نیست، ولی محمد بن سلمان قدمی پیش گذاشت و امیر قطر را بغل کرد که احتمالاً از دید جهانی که ماهاست به فاصله اجتماعی تشویق شده پنهان نمی‌ماند. امیر قطر برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به شهر تاریخی الاولا رفته. پیشاپیش این سفر عربستان دیشب مرزهای هوایی، دریایی و زمینی خود با قطر را گشود.
کشورهای عربستان، امارات، بحرین و مصر از اواسط سال 2017 میلادی با بستن مرزها و قطع روابط سیاسی و اقتصادی خود به قطر فشار زیادی وارد کردند تا سیاستهای منطقه‌ایش را تغییر دهد. انا رحب بكم باجمل ترحیب فی بلدکم الثانی مملکه عربی السعودیه. شوق عربستان برای جمع کردن ماجرا البته دلایل خودش را دارد، اما دولت ترامپ چند ماهی است که به طرفهای درگیر در این مناقشه فشار زیادی آورده تا اختلافاتشان را حل کنند، احتمالاً با هدف اتحاد و تمرکز فشارها بر ایران در آن سوی آبهای خلیج فارس. حضور جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و معمار سیاست‌های کاخ سفید در منطقه خاورمیانه در این دیدار، بیانگر امضای کاخ سفید در پای توافقی است که امروز امضا شد. وزیر خارجه مصر هم در این نشست حضور دارد، نشستی که قرار بود در آخرین ماه سال 2020 میلادی برگزار شود اما به تأخیر افتاد، شاید برای اینکه در پشت پرده تحرکاتی برای رسیدن به توافق امروز در جریان بود. برخی تحلیلگران گفتند طرف‌های حاضر در نشست شورای همکاری و به ویژه عربستان سعودی می‌خواهند با این دیدار به رئیس جمهوری جدید آمریکا یعنی جو بایدن نشان دهند که درهای گفتگو را باز گذاشتند و خیلی روی رسیدن به تمامی خواسته‌هایشان از قطر تعصب ندارند. و شاید هم ریاض عملاً به این نتیجه رسیده که فشارها علیه قطر نتیجه نمی‌دهد، چون دوحه به هیچ کدام از 13 درخواست جبهه مقابل از جمله بستن شبکه تلویزیونی الجزیره تن نداد. محمد امینی، بی بی سی. موسی شریفی تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه از دبی با ما هستند. آقای شریفی، بعد از 3.5 سال دو طرف تصمیم گرفتن که در واقع این تحریم رو بردارن از روی قطر، اما در مقابل قطر از رویه قبلش فاصله نگرفته. چی باعث شد که همچنان عربستان و امارات بخوان که روابطشون رو با قطر بهتر کنن؟ بله، با سلام به شما و بینندگان. ببینید، هنوز چیزی مشخص نیست. ما باید ببینیم پس از امروز، یعنی فردا پس فردا، رویکرد رسانه‌های قطر چگونه خواهد بود. آیا الجزیره مثل قبلا فوکس بکنه بر عربستان و بر امارات و کشورهای خلیج که به اصطلاح دخالت بکنه و در رابطه با سیاست‌هاشون حمایت از اسلام‌گرایی ادامه بده یا نه؟ الان از این که کدوم طرف عقب نشینی کرده از موضع خودش چیزی علنی نشده. اون چه علنی شده این که به توافق رسیدن که برای تفاهم مشترک، برای همکاری مشترک و برای رویارویی با چالش‌های منطقه‌ای. بله، البته مسئله الجزیره که شما بهش اشاره کردین، اتهامیه که عربستان به الجزیره وارد کرده و خود قطر این اتهام رو قبول نداره. اما اون زمان که این تحریم اجرا شد، عربستان و امارات میگفتن که قطر به ایران زیادی نزدیکه، از تروریسم حمایت میکنه، از گروه‌های افراطی پشتیبانی میکنه. گفته بودن که بعد الجزیره کلن بسته بشه و روابط قطر با ایران هم کم بشه. شما یعنی فکر میکنید که ممکنه که قطر خواسته باشه که به این خواسته ها تن بده در حالی که 3.5 سال این کارو نکرد؟ بله، ببینید، مسئله الجزیره و سیاست رسانه‌های قطر، به نظر من قطری‌ها چند بار تکرار کردن که این مسئله سیادی هست، مسئله‌ای که به کشور ما ربط داره، ولی اون چه کشورهای عربی روش اصرار داشتن که حمایت این کانال از اسلام‌گرایان هست، که حتی یک مواردی القاعده و النصره را برجسته می‌کرد و حتی یک مصاحبه‌های طولانی با النصره در سوریه داشتند و این مسائل کشورهای عربی ازش ناراضی بودند. ولی امروز در سخنان افتتاحیه محمد بن سلمان خب فوکس شد بر مسئله ایران، مسئله رویارویی با ایران، و در سخنرانی افتتاحیه‌اش گفت که ما با چالش‌هایی برای مقابله با سیاست تخریبی ایران روبرو هستیم. در چارچوب توافقنامه‌ای که این شورا بر اساس اون تشکیل شد، اینا باید سیاست مشترک در برابر هر چالشی داشته باشند، که قطر به این مسئله پایبند نبود. ولی الان به نظر من با اومدن جو بایدن و فشار بر ارزش‌های دموکراسی آمریکا، این مسئله هم تأثیر داره که چرا این مسئله پیش افتاد الان.
ممنونم ازتون موسی شریفی، تحلیلگر مسئله سیاسی خاورمیانه. نگاهی بندازیم به سرخط خبرهای مهم روز. در واکنش به سرگیری غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران، ژاپن ابراز نگرانی کرد و چین خواهان خیشتنداری طرفهای برجام شد. با شرکت امیر قطر و ولیعهد عربستان، سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس توافقنامه‌ای برای حل بحران دیپلماتیک با قطر امضا کردند. هیئت مذاکره کننده افغانستان برای شرکت در دومین دور گفتگوهای صلح با طالبان امروز عازم دوحه شدند. اعضای این هیئت میگویند که نظرها و راهنمایی‌های لازم برای آغاز موفق دور دوم مذاکرات صلح را دریافت کردند و آماده‌اند که برای تامین صلح سراسری در این کشور گفتگوها را از سر بگیرند. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. از جناب آقای محترم هیئت 21 نفره مذاکره کننده افغانستان 3 هفته پرمشوره ای داشته. به گفته وزیر دولت در امور صلح، در جریان مشورت ها معلوم شد که آتش بس نخستین خواست مردم است. در این طول 3 هفته ما بیشتر از 86 مجلس با اقشار مختلفی جامعه داشتیم و هدف اساسی ما این بود که مشوره مردم ما با خود داشته باشیم و ما مطابق مشوره مردم عمل بکنیم و همچنان و حمایت مردم هم با هیئت جمهوری اسلامی افغانستان هست. خواست اولی مردم و مقام عالی ریاست جمهوری و شورای مصالحه ملی آتش بس سرتاسری است. جنگ و به ویژه قتل‌های هدفمند در مدت حضور 3 هفته هیئت در کابل افزایش داشته. در چنین وضعیتی آنها با این امید راهی قطر شدند که دور دوم منتج به ختم خشونت و خونریزی شود. امیدواری ما این است که بالاخره دو طرف به یک نتیجه برسند که خواست مردم افغانستان دو عملی شود و از همه مهمتری است که خواست ملی مردم افغانستان این است که خونریزی در یک کشور دیگه باید برای همیشه پایان پیدا بکنند، چون مردم افغانستان هر روز، هر شب، هر لحظه از وحشتی که جنگ به پا کرده رنج میبره. سلام علیکم، ستوری مسی سهر بخیر. در دور دوم مذاکره و گفته یکی از اعضای هیئت، بحث بر سر تقسیم قدرت است. دور دوم مذاکرات بحث روی مسائل دینی نیست. دور دوم مذاکرات بحث روی تبادل برنامه‌های سیاسی نیست که کدام برنامه بسیار به حال افغانستان بهتر است، کدام سازگارتر است. واضح و روشن بحث روی تقسیم قدرت افغانستان ملی ارشد. تقریبا هر عضو هیئت دولت که در 3 هفته گذشته صحبت کرده گفته که طالبان سلسله دیدگاه‌هایی را مطرح می‌کنند که در تضاد با خواسته های مردم است و حقوق شهروندی را با محدودیت روبرو می‌سازد، ادعایی که طالبان رد می‌کنند. در این مدت هیئتی از طالبان به دعوت مقام‌های پاکستانی به این کشور رفت. بدون شک آنها نیز با آن عده از سران طالبان که در پاکستان حضور دارند مشوره هایی داشتند. مثل روز روشن است که مرحله دوم حساس تر از مرحله اول است. مرحله ای که در آن وزنه خواسته های دو طرف بهتر مشخص می شه و معلوم می شه که دو طرف در قبال یکدیگر تا چه اندازه کوتاه می آیند و یا نه تا چه اندازه خواسته های یکدیگر را رد می کنند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان که حکومت آینده کشورش خواهان ادامه روند فعلی صلح است، از سفرش به دوحه خبر داد و گفت با این انتظار برگشته که پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در دور دوم مذاکرات به میان بیاید. مردم افغانستان که قربانی اصلی این جنگ هستند با بیم و امید به مذاکرات قطر نگاه می‌کنند. مذاکراتی که جدیدترین اقدام برای آوردن صلح در حدود 20 سال گذشته بوده، اما روزنه امید بخش چندانی را تا اینجای کار نگشوده. علی حسینی، BBC، کابل.
یک ناوشکن کره جنوبی برای اطمینان از امنیت خدمه نفتکش توقیف شده این کشور وارد آب‌های تنگه هرمز شد. سپاه پاسداران دیروز این نفتکش را با 20 خدمه آن به دلیل آنچه آلوده کردن محیط زیست خوانده توقیف کرد. توقیف این کشتی بر تنش‌های موجود بین ایران و کره جنوبی بر سر دارایی‌های مسدود شده ایران افسوده. ایران می‌گوید بیش از 7 میلیارد دلار از اموالش در کره جنوبی بلوکه شده. همکارم شبنم شعبانی خبر رو دنبال کرده. چی بیشتر میدونیم شبنم؟ آران، همین دقایق پیش خبری رسید از مذاکره دو جانبه دو کشور در سطح یک مقام عالی رتبه وزارت خارجه کره جنوبی، مشخصا مدیر کل آفریقا و خاورمیانه وزارت خارجه کره که با سفیر ایران آقای شبستری در کره جنوبی دیدار کردند. جزئیاتی تا این لحظه که من اینجا نشستم از این دیدار بیرون نیامده، اما محورش ظاهرا این بوده که خدمه آزاد بشن، یعنی اولویت این هست که خدمه از کشتی بیان بیرون و بعد حالا راجع به رفع توقیف کشتی حرف بزنیم. اما همونجور که اشاره کردی، خبر مهم اما این هست که یک کشتی جنگی کره جنوبی، یک ناوشکن اونطور که اشاره کردی خودت، وارد آب‌های خلیج فارس شده در آب‌های جنوبی ایران هست. از دیروز در واکنش به توقیف نفتکش کره‌ای این خبر اومد. کره اعلام کرد که این نفتکش رو راهی کرد، این ناوشکن رو راهی کرده و امروز خبرش رسید که رسید به جایی که میباید. ابتدا دیروز بحث‌ها سر این بود که برای مقابله با دزدی دریایی، اما مشخصاً این ناوشکنی هست که پیشتر هم در اون ائتلافی که به رهبری آمریکا برای به اصطلاح گفته میشه برای حفظ امنیت کشتیرانی در آب‌های آزاد در اون مشارکت داشته و عملیات انجام میداده و ظاهراً ذیل همون هم هست که دوباره برگشته به اینجا و حالا این مزید بر علت شده اتفاقی که افتاده. اتفاق دیگه‌ای که افتاده اما این هست که زنها بسیار زیاد هست علیه تهران. این که ماجرا اونجوری که اصرار و ابرام داره فقط آلودگی محیط زیستی نیست، که میدونیم هم جزئیاتی از این آلودگی که چی هست اصلا به رسانه ها دست کم ارائه نشده. آیا کشتی ازش مواد شیمیایی داره نشت میکنه به آبها، چی هست، این جزئیات رو نمیدونیم. اما این زن وجود داره که ایران قصد داره برای آزادسازی دارایی هایی که داره، دارایی هایی که مسدود شده و بین 7 تا 8 میلیارد دلار هم تخمین زده میشه باشه، این کار رو میکنه و مدام ردش میکنه. امروز از آقای ربیعی پرسیده شده در این باره، مشخصا سخنگوی دولت در واکنش گفته که این اصطلاح گروگانگیری اگر بخوایم استفادهش بکنیم، نقل به مضمون حرفای آقای ربیعی رو میکنم، کره‌ای ها هستند که دارایی های ما اونجا مسدود شده. اما این زن چرا وجود داره؟ به خاطر اینکه مثلا روزنامه‌ای مثل تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران میدونیم هست، تیتر مشخصش امروز اینه، من دقیق میخونم، پاسخ بهداشتی به دزدان ارز، و ذیلش هم نوشته. شاید این مقدمه خوبی باشه برای این داستان که خب دلیل این حرفاست. خیلی ممنونم از شبنم شعبانی همکارم. ما چند خبر کوتاه. انگلستان بار دیگر وارد قرنطینه سراسری شد. مقام‌های بهداشتی می‌گویند که ظرفیت مراکز درمانی برای پذیرش بیماران مبتلا به کووید 19 تقریبا پر شده. نخست وزیر بریتانیا گفته که این آخرین مرحله از مبارزه با کرونا است و از مردم خواسته که در خانه بمانند مگر در موارد ضروری از آن خارج نشوند. بوریس جانسون گفته که کشورش با اجرای برنامه فشرده تزریق واکسن به سوی خروج از محدودیت‌ها می‌رود. دولت آلمان هم محدودیت تای مربوط به کرونا را تا پایان ماه جاری میلادی تمدید کرده. نروژ به اولین کشوری تبدیل شده که فروش سالانه خودروهای برقی در آن از نوع بنزینی و دیزلی بیشتر شده. گفته شده که بیش از 54% خودروهای خریداری شده در سال گذشته برقی بوده. همچنین 2/3 خودروهایی که در طول ماه گذشته میلادی معامله شده هم برقی بوده. در نروژ مالیاتی شامل این نوع خودروها نمی شود تا خریداران به خرید آنها تشویق شوند. خب بذارید بریم به آمریکا و ایالت جورجیا که امروز انتخابات بسیار مهمی در اون در حال برگزاریه و بریم پیش همکارم هادی نیلی تا در این مورد بیشتر به اون بگه. هادی، دو نفر از حزب دموکرات اونطوری که فهم حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه الان با هم رقابت دارن و انقدر رقابت مهمه که آقایون ترامپ و بایدن هم برای تبلیغات اونجا رفتن.
همینطوره باران، رقابت بسیار کلیدی و مهمیه. هر ایالت آمریکا در مجلس سنا دو سناتور داره، ولی این دو سناتوری که در ایالت جورجیا تکلیفشون در انتخابات امروز باید معلوم بشه و هر دو حزب بر سرش رقابت دارند، دو سناتور خیلی کلیدی خواهند بود، به خاطر اینکه اگر این دو سناتور رو دموکرات ها بتونن داشته باشن، اگر این دو کرسی رو و هر دو کرسی رو بتونن دموکرات ها ببرند، جو بایدن میتونه دست کم برای سالهای آغازین ریاست جمهوریش خیالش راحت باشه که یک رئیس جمهور با تمام قوا خواهد بود، رئیس جمهوری خواهد بود که میتونه ایده ها و وعده هاش رو به انجام برسونه، میتونه اون چیزی که در انتخابات به رای دهندگان حزب دموکرات، رای دهندگانی که خیلیشون دل زده بودن از 4 سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ به اونها وعده داد، اون وعده ها رو عملی بکنه بدون این دو کرسی. یعنی حتی اگر یک کرسی از این دو کرسی رو جمهوری خواهان بتونن نگه دارن، چون الان حدود 30 ساله که جمهوری خواهان سناتورهای ایالت جورجیا رو انتخاب کردن و تعیین کردن، در انتخابات پیروز شدن، اگر یکی از این دو کرسی رو بتونن جمهوری خواهان نگه دارن، میتونن اکثریت 51 از 100 سناتور در کنگره در سنا داشته باشن و میتونن عملا هر تصمیم و هر انتصابی که لازم داره رأی سنا رو داشته باشه جلوش رو بگیرن در کنگره، و این باهشون اهرم قدرتی میده که با دولت جو بایدن چانه زنی بکنند و چه بسا بتونن سیاست‌های جو بایدن رو مهار بکنن، یک دولت میانه رو از او درست بکنن که خیلی از وعده‌های چپگرایانه که دولت در واقع جو بایدن در دوره انتخابات داد رو نتونه عملی بکنه. این 51 سناتور جمهوری‌خواه اگر جمهوری‌خواه بتونن حتی یکی از دو کرسی انتخابات رو امروز انتخابات سنا در جورجیا رو ببرند، این 51 کرسی میتونه حدود 1200-1300 مقام دولتی که رأی سنا رو لازم دارن تا کارشون رو شروع بکنن، از وزرا، معاونین وزرا، رؤسای بعضی اداره های وزارتخونه ها، رؤسای سازمان ها و نهادهای مهمی که از جمله امور اقتصادی و مالی رو سیاست گذاری میکنن، سفرا و قضاتی که جو بایدن باید معرفی بکنه به در واقع کرسی های فدرال، همه اینها رو میتونن جمهوری خواهان یا جلوش رو بگیرن یا چونه زنی بکنن و اهرمی دارن که جو بایدن رو قانع بکنن که با اونها راه بیاد. خیلی خیلی فرصت کم داریم هادی، اگر که خیلی کوتاه بگی پیش بینی چیه، کدوم طرف ممکنه ببره؟ نظرسنجی ها خیلی نزدیکه و فاصله ای که نامزدهای دموکرات پیدا کردن از نامزدهای جمهوری‌خواه خیلی جزئیه که در میزان حاشیه خطای نظرسنجی‌ها میتونه حل شده باشه، ولی همین که دموکرات‌ها اساسا میتونن در این انتخابات با جمهوری‌خواه نزدیک باشن، در ایالتی که معمولا جمهوری‌خواه بوده، خودش برای دموکرات‌ها جالب توجه هست. خیلی ممنونم از هادی نیلی از آتلانتا با ما. ممنون که تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودین. بمونید با همون برای خلاصه خبر.